روزتون بخیر. از همون اومدم امروز با تمیزکاری شروع شد. اصلا روحیه آدم با تمیزکاری اینجوری میشه. واقعا میخوام از این ماسک استفاده کنم. ماسک فریمنه. بعد از همون خیلی خوبه بزنید. ماسک آبرسانه در اصل. بعد نیازم نیست که بشورینش. برای ماهایی که خورده پوستمون خشکه خیلی خوبه، مثل کرم تقریبا. هفته یک بارم بعد بزنینش. اول صبح همه مطالعاتی که قرار بود انجام بدم و انجام دادم. کتابمو خوندم، زبانمو خوندم. هدف میذارین یکیشو اول روز انجام بدین، قشنگ یه باری از رو دوش آدم برداشته میشه، خیلی خوبه. امروز جمعه است، من باشگاه ندارم و جمعه ها که مثلا ورزش نمی کنم. حالا تو خونه ورزش میکنم یا میرم بیرون، احتمالا نرم بیرون چون واقعا اون سری هوا گرم بود، اصلا نه لذت بردم. این لذت که بردم، لذتش که هست ولی زجرش بیشتر از لذتش بود. چیه؟ مهان دمروشه چیه؟ مهان برای اعصاب هم، مگه من اعصاب ندارم؟ نه، کلا خوبه. یه صافش کنم. صافش. بفرمایید. اون چرا معذب شدی؟ بیا میشه. منو از سوی دموش ببینید. حالا از بیکاری خول شدم. یه آپدیت راجع به این کتاب بدم. خیلی شده. البته الان بی انصافی رفتار میکنم. توی قالب یه داستانی مثلا پیامشو بده، بعد از 6 صفحه‌ای که میخونی یه صفحه اون پیامیه که میخواد بده، شدم کمتر. واسه هم آدم حس میکنه داره وقتش تلف میکنه. مثلا میدونی منظورم چیه؟ واسه همین یه خورده اینجوریه، ولی تمومش میکنم. نرمشو بخورم، بعدش حاضر میشیم میریم بیرون. به جای خط چشم 3 نقطه بزنم اینجا چشم. پرسیدین چرا نقطه، چرا مثل آدم آرایش نمی کنی؟ چون که من دیدگاه هم نسبت به میکاپ خیلی داف شدن نیست، بیشتر دوست هم مثلا به خودم تم بدم یا خودم رو نقاشی کنم. این شکلیه. یه دونه بزرگ میزنم، اون دوتای بعدی رو هی کوچیکتر میکنم. این شکلی. نمیدونم کجا دارم میرم یا اصلا کجا داریم میریم، برنامه‌مون چیه. بیرون خاصی نمیرم، من در حدی کلا میرم بیرون که رفته باشم بیرون. از اینکه شبیه وسیله خونه شدم، از اون حالت در بیام دیگه شبیه وسیله خونه نباشم. داشتم فکر می‌کردم ولاگام خیلی روتینه، بعد با خودم فکر کردم تو اومدی از روتینت بذاری دیگه، بعد روتینت همینه. روتین یه چیز منظمیه که تکرار میشه. بعد تو ولاگری قرار ولاگر مثلا لایف استایلت باشی، یعنی اون چیزی که حالا مد نظرم بوده، نه قرار ریاکت بدی، چیز هیجان انگیزی رو ارائه بدی. قول میدم هوا که خنک شد خیلی ولاگای جذاب تری داشته باشیم از جزیره. اصلا میگفتم 21 روز چالشی که تموم شد، من دیگه ولاگ هفتگی رو که دارم، تصمیم گرفتم یه ویدیویی درست کنم که فقط پادکست استوری باشه علاوه بر اون. یعنی 2 ویدیو در هفته میشه که یکیش این شکلی باشه. بعد راجع به موضوعات مختلفی بخوام صحبت کنم، چون متوجه شدم که فضای مجازی خیلی برای من شبیه تراپی میمونه، مثلا یوتیوب. همین که دوربین میاد جلوم و انگار دارم با کسی صحبت میکنم، بعد خیلی بهم کمک کرده. راجع به کتابی که خوندم دیگه، بازم نظراتتون رو بهم بگین. این به هم چه ویدیوهایی دوست دارین درست کنه. اینجوری شد. برم بپوشم. کاش با دماغ منم تو دوربین. شلوار رو میخوام بپوشم. پایینش این شکلیه. یه همینقدر گشاده. مثل دامنه. پوشیدم با این تاپه. ولی معلوم نیست. مجبورم برم رو تخت. این شکلی. واسه یه ولاگ چه کارهایی که نمی کنم. واقعا. با این شومی سفیده که برای نشون دادنش دوباره میرم بالای تخت. ببندم جلوشو. واسه یوتیوب هم که شده آخر یا آینه قدیمی خرم. قول میدم. این گردنبنده قفلی جدیدم. روی وسیله اینقدر قفلی میزنم که آخر گمش کنم. خرابم نمیشه، گم میکنم. خونه مردم جا میذارم. من معروفم بین دوستان به این که وسیله‌مو اینجا اونجا جا بذارم.
حالا میریم سراغ حجاب. قطعا اینجوری نمیرم بیرون. کیفم اینو برمیدارم، واسه حجابم یه کوفتی برمیدارم، بریم بیرون. این جزیره هرمز، نقاشی جزیره هرمز سال 1670. این مجسمه چیه؟ کدوم مجسمه؟ دوبارش مجسمه هست؟ آره کدوم ها؟ نه نه اینا خود آدم هایی هست که مثلا به اون پوشش قدیمی نقاشیشون کردن دیگه. یه سریشون سوار قایق هست، اون پشتم سنگمنگای جزیره است. بعد 12 شب من بالاخره از بیرون اومدم دیگه، برم صورتم و اینا رو پاک کنم. اینقدر که بیرون نرفتم، وقتی مثلا میرم بیرون اینجوری هم همش اصلا یه حس بدی دارم، دوستام زودتر برگردم خونه، اصلا با نگاه آدم هم حتی اذیت میشه. قبلا اصلا اینجوری نبودم، وقتی اومدم خونه قشنگ انگار این شکلی دیگه. الان برم صورتم رو بشورم، قشنگ نفس تازه بکشم، برم بخوابم. اینم اینجا ولاگ رو تموم میکنم، فردا به ولاگ دیگه میام. بوس بهتون، خدافظ.